دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در حکمی به مقام‌های کشورهای عضو اجازه داد تا استفاده کارمندان بخش دولتی از نشانه‌هایی را که ریشه در اعتقاد مذهبی فرد دارد ممنوع کند. دیوان دادگستری عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ پس از آن این حکم را صادر کرد که یک کارمند زن شهرداری آنس در شرق بلژیک به دلیل شرایط تازه استخدام در این اداره به این دادگاه شکایت کرد. شهرداری بلژیک پس از آنکه به این کارمند زن خود گفت که نمیتواند در محل کار روسری بپوشد، شرایط استخدام خود را تغییر داده تا کارکنان خود را ملزم کند بی‌طرفی از جمله استفاده نکردن از علائم آشکار اعتقادات مذهبی یا ایدئولوژیک را در ادارات رعایت کند. این کارمند زن علیه شهرداری آنس در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اقامه دعوا کرد و گفت که حق آزادی مذهبی او نقض شده است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکم تازه خود از تصمیم این اداره محلی در بلژیک دفاع کرده و گفته که سیاست بی‌طرفی شدید که برای ایجاد یک محیط اداری بی‌طرف در نظر گرفته می‌شود موجه است. این دادگاه همچنین حکم کرده که اگر یک اداره دولتی دیگر به طور کلی و بدون تبعیض اجازه استفاده از علائم اعتقادی را بدهد هم توجیه خواهد شد. پوشش اسلامی سالهاست که به یک موضوع اختلاف برانگیز در اروپا تبدیل شده است. طبق گزارش ها پیش از این دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم مشابه را در مورد شکایت شرکت های خصوصی صادر کرده بود، اما این اولین بار است که چون این حکمی برای بخش دولتی صادر می شود. علی سرداری نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقای سرداری سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان و بینندگان شما. آقای سرداری، علارغم شعار حق آزادی افراد در کشورهای اروپایی، دلیل این رفتارهای دوگانه چیست؟ در فرانسه خیلی وقت پیش دولت یک بیانیه داد که هر نوع علائم مذهبی رو در ادارات و مدارس ممنوع کرد. این چند سال پیش بود، دوره ژاک شیراک. ولی در کشور اروپایی اولین بار است که اتحادیه اروپا همچنین بیانیه صادر کرده. ولی اینجا هم به این معنی نیست که به اصطلاح آزادی مطلق برای همه همینطور بطور مساوی وجود دارد. آزادی اینجا دستبندی شده، تقسیم بندی شده و حتی که منافعشون ایجاب بکنه اونو در نظر میگیرن و اونو مراعات میکنن. اینطور نیست که بیان ببینن مثلا طرف نظر دینی به چیزای اعتقاد داره، اعتقادشه، اینه باید در نظر بگیرن. یه همچون مسائلی رو خیلی پیگیری نمیکنن و دنبالش هم نیستن. برای همچون بله. به نظر شما آیا کشورهای دیگر اروپایی با این مجوز اتحادیه اروپا استفاده از حجاب را ممنوع اعلام خواهند کرد یا تلاش می‌کنند با مسلمانان مدارا کنند؟ ببینید الان در هلند راسیسم نجات پرستا را آوردن. روز به روز این دایره داره تنگتر میشه. امکان داره فردا ایتالیا هم چه اتفاقی بیفته، جاهای دیگه هم چه اتفاقی بیفته. و کشورهای اروپایی وقتی اتحادیه اروپا بیانیه بده اونا میخوان مراعات کنن دیگه، از زیر به اصطلاح اونا کنارش نمیزنن. اما امکان داره بعضی از کشورها شروع صرف بکنن. ولی رو هم رفته یه همچین جوی در متاسفانه در اروپا حاکمه. یعنی خانم های محجبه بخوان از حجاب مراد حجابشون رو مراد کنن، جامعه برن، یه همچه سختگیری هایی برایشون از نظر حقوقی وجود داره. آقای سرداری، جامعه مسلمانان اروپایی در برابر این رفتارها چه واکنشی میتوانند داشته باشند تا مقام های اروپایی را متقاعد به تغییر رفتار کنند؟ بفرمایید. ببینید در اروپا مسلمانان بیشترین جمعیت دارن ولی دارای تشکل نیستن. یعنی تشکلی داشته باشن در رای گیری یا تاثیر بذارن، در دادن نقطه نظر خودشون تاثیر بذارن و اونا رو پیش ببرن. یه همچه تشکلی در هیچ کشور اروپایی وجود ندارد. مسلمان جمعیت زیاد ولی پراکنده، ولی بدون یه نظریه
مثلا اسلامی که بتونه این نظریه رو به کرسی بنشونه، همچنین نه از نظر نظری وجود داره نه از نظر عملی. اینه که فکر نکنم مسلمان ها در این روند تاثیر بتونن بذارن.